بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين thank you.
موج را از سینه دریا گسستن می توان، موج را از سینه دریا گسستن می توان، بحر بی پایان به جوی خیش بستن می توان، از نوایی می توان یک شهر دل در خون نشاند، یک چمن گل از نسیمی سینه خستن می توان، می توان جبریل را گنجشک دست آموز کرد، می توان جبریل را گنجشک دست آموز کرد، شهپرش را شهپرش با موی آتش دیده بستن می توان، ای سکندر سلطنت نازکتر از جام جم است، یک جهان آینه سنگی شکستن می توان، گر به خود محکم شوی سیر بلا انگیز چیست، گر به خود محکم شوی سیر بلا انگیز چیست، مثل گوهر در دل دریا نشستن می توان، من فقیر بی نیازم مشربم این است و بس، مومیایی خواستن نتوان شکستن می توان. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالیم که هنوز دستمایه های افتخار کردن بسیارند در این سامان و در این ملک، و خوشحالیم که هنوز بلدیم افتخار بکنیم. امشب دانشکده فنی دانشگاه تهران به دعوت کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی جمع شدیم تا بیان کنیم افتخار خودمون رو، افتخار کردن خودمون رو نسبت به یکی از افتخارات بزرگ صد سال اخیر ایران، پروفسور فضل‌الله رضا. مرد دانش، مرد دانایی و مرد فرهنگ، مرد اندیشه، مرد تفکر، همراه با تخصصی که امروزه نیاز اصلی این سرزمینه. خوشحالیم، خوش آمدید آقای پروفسور رضا به خانه خودتون، دانشکده فنی دانشگاه تهران. همه شما هم که اینجا هستید، از جوانترها که نور چشم ما هستن و بزرگترها که تکیه‌گاه ما، همه شما اینجا خانه شماست، دانشگاه، دانشکده فنی و دعوت کانون فارغ التحصیلان. به افتخار خودتون.
این از اون رسم‌های خوب فرهنگ ما بوده. ایشالله فراموش نشه که ما قدرشناس بزرگترها باشیم. گفت البرکت و ما اکابر کن، سخن حضرت رسوله. هر برکتی که تو زندگی ما هست با حضور بزرگترهایی که دست دل ما رو سالها دهه ها گرفتن به سمت دانایی و آگاهی رهنمون شدن. یک شب خوب خواهیم داشت با حضور اساتید، بزرگترها، بزرگان و صفای جوانهایی که امروز هم چراغ دانشکده فنی رو با تلاش، کوشش، آگاهی و روشننگری خودشون روشن نگاه داشتند. بله، به افتخار خودتون بچه‌های دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران. بذارید خواهش کنم بعد از اینکه شعر اقبال رو خوندم، علامه اقبال، محمد اقبال لاهوری، شاعر بزرگ عرصه زبان و ادب فارسی، استدعا کنم از یکی از مؤسسین و اعضای شورای عالی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، استاد مهندسی برق و رئیس دانشکده فنی آقای دکتر محمود کمره‌ای با شما سخن بگویم. استدعا میکنم آقای دکتر کمره‌ای، خیر مقدم به شما خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصرین و معین. سلام عرض میکنم خدمت کلیه حضار محترم، خانم ها، آقایان، مهمانان عالی قدر، شخصیت‌های فرهیخته علمی از بخش‌های مختلف، از دانشگاه‌های مختلف، اساتید عزیز، دانشجویان گرامی، کلیه مهمانانی که راه‌های دور و نزدیک در این مراسم با شکوه تقدیر و قدردانی و نکوداشت مقام والای علمی و فرهنگی جناب آقای پروفسور فضل‌الله رضا در خدمتشون هستیم. جا داره که خیر مقدم ویژه عرض کنیم خدمت، البته همه اسامی رو نمیتونم ببرم ولی باید خیر مقدم ویژه عرض بکنیم، خدمت مقام عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، استاد فرهیخته و برجسته دانشگاه تهران جناب آقای دکتر فرجی دانا، همچنین تبریک عرض کنیم، چون مدت زیادی نگذشته از قبول مسئولیت ایشون، تبریک عرض کنیم مسئولیت ایشون رو در وزارت علوم تحقیقات و فناوری و برای ایشون و همکاران محترمشون آرزوی توفیق از درگاه الهی داشته باشیم. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر رهبر، جناب آقای دکتر عارف، جناب آقای دکتر سهراب‌پور، همچنین جناب آقای دکتر خرازی، جناب آقای دکتر بانکی، جناب آقای دکتر امراللهی و مجموعه بزرگان، عزیزان، گرانمایگانی که در این مراسم در خدمتشون هستیم. عذرخواهی میکنم از اینکه نمیتونم نام تک تک عزیزان رو ببرم، خود شما ملاحظه میفرمایید و انشالله بر ما خواهند بخشید. به صورت خیلی مختصر من فقط میخواستم خیر مقدم خدمت از همه عزیزان عرض کرده باشم و به صورت مجمل عرض کنم که این اقدام خیری که کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی انجام داد در نکوداشت مقام والای علمی و فرهنگی استاد محترم پروفسور فضل‌الله رضا از اون اعمالی است که ما باید بیشتر از این انجام بدیم. باید در زمانی که اساتید ارجمند، بزرگان و پیشکسوتان و نخبگان در قید حیات هستند ما این نکوداشت و بزرگراشت داشته باشیم. بعضی از مواقع متاسفانه این مسئله و بزرگداشت‌ها به زمان‌های دیگری موکول میشه که خوشبختانه در دانشگاه تهران و در دانشکده فنی این رسم و سنت حسنه مدتی است ایجاد شده. ما چند ماه قبل مقام علمی پروفسور پرویز جعبه‌دار مارالانی رو گرامی داشتیم در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر.
و امیدوار هستیم که این سنت حسنه بزرگ داشته شخصیت‌های علمی که عمر خودشون رو صرف اطلاع علم و فرهنگ و آموزش و پژوهش و تربیت جوانان این کشور کردن انشالله تداوم داشته باشه و در دانشکده‌های دیگر، در دانشگاه‌های دیگر هم این عملی بشه. نکته دومی که می‌خواستم عرض کنم که علت دوم تشکیل این جلسه از همین موضوع احترام به علم و عالم هست که جزء وظایف همه ما باید باشه. علم محترم، عالم محترم و بایستی اون حدی که قدر و شأن افراد هست به لحاظ مرتبه علمی و اون اقدامات و خدماتی که انجام میدن برای بهروزی و بهبودی نسل بشر و اطلاع در واقع فرهنگ و علم جامعه بشری به همون میزان هم عزیز هستن و باید بزرگ داشته بشن. از ویژگی های سوم این عرض کوتاه بنده بحث ویژگی شخص خاص جناب پروفسور رضا هست. پروفسور رضا همه دوستان میدانن ایشون متولد سال 1293 هستند. ما در آستانه 100 سالگی ایشون هستیم. و خیلی باید جالب باشه برای عزیزان به خصوص دانشجویی که در این سالن حضور دارن که جناب پروفسور رضا ورودی سال 1313 همزمان با تأسیس دانشگاه تهران و دانشکده فنی هستن. و فارغ التحصیل اولین دوره در سال 1317. در سال 1317 دانشکده فنی 16 نفر فارغ التحصیل داشته. 7 در رشته مربوط به برق که همون الکترومکانیک اون موقع باشه بوده که یکیشون جناب پروفسور رضا بودند. حالا مقایسه بفرمایید وضعیت امروز دانشکده فنی دانشگاه تهران رو با حدود 8500 نفر دانشجو و در جشن فارغ التحصیل سال گذشته و امسال هم انشاءالله در اسفند ما خواهد بود چیزی حضور 1600 نفر در مقاطع مختلف فارغ التحصیل میشن. اون زمان 16 نفر بودن، 100 برابر شده این عدد. این قابل تقدیره برای شما که زحمت میکشید. بقیه مشخصات و ویژگی های جناب آقای پروفسور رضا رو حتما عزیزان دیگر در همین مراسم به استدار عزیزان و حضار خواهند رساند. من اگر اجازه بفرمایید با یک جمله یا مطلب کوتاهی از فرمایشات خود آقای پروفسور رضا عرایزم رو خاتمه میدم. ایشون مطلبی دارند که به این صورت منتشر شده و در سایت ایشون هم منعکس خواهد شد. فرمودند، آقای پروفسور رضا میفرمایند، وارستگی و آراستگی فردی و ملی ما در این است که در صف اول علم و فرهنگ قرار بگیریم و این هم غیر ممکن نیست. همت عالی میخواهد، همکاری و از خودگذشتگی میخواهد. من قطع دارم همه این خوبی ها و خصوصیت های نیک در مردم ایران وجود دارد. این یک فراز از فرمایشات آقای و فراز دوم که پایانی خواهد بود باز جناب پروفسور رضا می‌فرمایند خردگرا باشید، از احساسات خام دوری کنید، از تکنولوژی و فناوری غرب در کنار سنت و فرهنگ خود استفاده کنید، دانشپذیر و فروتن باشید. استقلال کشورها در این زمانه استقلال فرهنگی است و دیگر مرز کشورها معنا ندارد. موفق باشید. سپاسگزار آقای دکتر محمود کمره‌ای رئیس محترم دانشکده فنی دانشگاه تهران. حقیقت اینه که ماها که با حوزه فرهنگ سر و کار داریم یه بخشی از بالیدن هامون اینه که دانشکده فنی دانشگاه تهران فنی ها فقط فنی نبودند، یعنی با فرهنگ نسبتی عمیق داشتند. نمونه او هم
خود استاد فضل‌الله رضا هستن در روزگار ما، کسی که گفتن سال 1317 فارغ التحصیل شدن، سال 1313 وارد این دانشکده شدن وقتی که تازه زمین‌های جلالیه داشته ساخته می‌شده در این بخش تهران. اما واقعیت اینه آن چیزی که به اون بخش فنی و دانش فنی پروفسور فضل‌الله رضا کمک کرده برای ماندگاریش، بخش فرهنگی ایشان بوده. ایشون جا به جا در کتاب‌هاشون هم به همین نکته اشاره کردن. فضیلت ماندگار ایشان در روزگار ما گره خوردن با فرهنگ ایران، با ادبیات ایران، با شعر ایران، با نسبت‌های فرهنگی این مرز و بوم بوده و خوشحالیم که امشب ما جشن فنی و فرهنگی رو توأمان داریم. باز هم به افتخارشون. سخنران بعدی مجلس ما استاد ممتاز دانشگاه تهران مهندسی برق، چهره ماندگار، رئیس اسبق دانشکده مهندسی برق، عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران آقای دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی. بله، اشتیاق دانشجویان به ایشان نشون دهنده ارتباط صمیمانه این استاد پیشکسوت با دانش و دانشجو و دانشکده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و ادب دارم حضور سروران گرامی، اساتید ارجمند، دانشجویان عزیز. در آستانه 80 سال روز تأسیس دانشکده فنی که مصادف با آستانه 100 سال روز تولد پروفسور فضل‌الله رضا، دانشمند، متفکر و زبانشناس و ادیب این مرز و بوم، گرد هم آمدیم تا با مروری از فعالیت‌های علمی و فرهنگیشان بتوانیم تا حد خودمون از مقامشون تجلیل بکنیم. همونطور که گفته شد، ایشون اولین فارغ التحصیل دوره اول رشته برق دانشکده فنی بود که 1317 با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شدن. این جانب به نمایندگی از کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی حضور شما عزیزان را گرامی می‌دارم و از اینکه در این تجلیل با ما هم فکر و هم زبان خواهید بود سپاسگزارم. خدا را شکر می‌کنم که پروفسور رضا بعد از این همه مدت سلامتی کامل دارند و کماکان به فعالیت‌های علمی، فرهنگی و ادبی خود می‌پردازند و راه بسیار طولانی اتاوا تا تهران را به راحتی طی کردن و اینک در حضور شما هستند و این مایه افتخار ماست که این زحمت را قبول کردن و در جمع شماها که به دعوت کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی تشکیل شده است حضور دارد. ما ازشون بسیار سپاسگزاریم. دانشکده فنی، کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی، به عبارت دیگر خانواده بزرگ فنی، حدود 80 سال هست که در این دانشکده جوانان خلاق، کارآفرین، متفکر، متعهد برای خدمت به کشور تربیت میکنه. خیلی عظیم آبادانی و پیشرفت کشور مرهون زحمات فارغ التحصیلان دانشکده فنی است و واقعا در طول این 80 سال گاهی اوقات میگن اگر دانشکده فنی نبود وضع ایران چگونه بود، دیگه مطرح نمی‌کنم. واقعا خدمت کردن. کسانی که بعد از فراغت تحصیل در این کشور موندن در توسعه
صنعت، فناوری و آموزش مهندسی خدمت کردند و کسانی که برای ادامه تحصیل خارج رفتن و حتی تصمیم گرفتن که اونجا اقامت بگزینن، ولی همیشه فکرشون در ایران بود، ذکرشون ایران بود و در توسعه فناوری های و یافته‌های جدید علمی که مشارکت داشتن باعث نام‌آوری میهن عزیزمون شد. و پروفسور فضل‌الله رضا از این گروه هستن که علی‌رغم این که در خارج بودن همیشه دلشون در ایران بود. سفرهای متعددی که به ایران دادن انجام دادن نشان از علاقه ایشان به این خاک پاک است که ما واقعا بر این محبت ایشون ارج می‌دهیم. اگر من بخواهم تمام کارهای علمی ایشون را ذکر کنم شاید بیش از 100 ساعت طول بکشد، ولی آقای منظور احرام کتابی نوشتن که در اونجا قسمت زیادی وجود دارد، ولی چون این مجلس به خاطر تجلیل از مقام علمی، فرهنگی و ادبی ایشان هست، به ناچار مختصری را من مرور میکنم که این مختصر برای کسانی که آشنا با گستره فعالیت های علمی و پژوهشون نیستن شاید بسنده باشد که علت تشکیل این جلسه و تجلیل از مقام علمی ایشان را ما درک کنیم. خب، پروفسور رضا دانشمند، فیلسوف و اندیشمند برجسته ایرانی در سال 1293 در شهر رشت متولد شدند. ایشون تحصیلات ابتدایی را در رشت و تحصیلات متوسط را در دبیرستان ایران شهر تهران به پایان رسانیدند. اینک بعد از 65 سال گذشت از عمر پربرکت ایشان که صرف تدریس و تحقیق و تحقیقات علمی شده و این تحقیقات باعث پیشبرد علوم در جهان شده است. ایشون یکی از 7 نفر از اولین دوره فارغ التحصیلان رشته برق دانشکده فنی در سال 17 می باشند. در سال 1324 کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه کلمبیا در امریکا دریافت کردند و در سال 1328 دکترای مهندسی برق خود را از دانشگاه پلی‌تکنیک نیویورک که اون زمانان بروکلین میگفتند و الان اسمش دانشگاه نیویورک است دریافت نمودند. در طول دوره تحصیل دکترا و پسا دکترا ایشان این فرصت را یافتند که با چند تن از دانشمندان برجسته امریکایی اون زمان مانند وبر، گویلمن، فاستر، وینر و والش کار کنند. اونایی که این افرادی میشناسن اتفاقی این همه افراد برجسته در اون مقطع در بروکلین پلی‌تک بودن. رساله دکترای ایشان تحت عنوان تو ترمینال نتورک سینتزیس که زیر نظر 2 تن از برجستگان اون دانشگاه به نام های پروفسور فاستر و پروفسور وینر انجام شده بود، این رساله توسط رئیس دانشگاه پروفسور وبر مورد ارزیابی قرار گرفت و در این که ایشون توانسته بودن به یک مسئله بنیادی مخابرات که در دنیا مشهور ولی حل نشده بود انجام بدن با جمله extraordinary contribution ارزیابی کردید که اساتید اون زمان از این جمله خیلی کم استفاده می‌کردند. پروفسور رضا شوق فراوانی برای انجام کارهای پژوهشی در مراکز بزرگ علمی داشت و از این رو پروفسور فاستر و پروفسور وینر نامه‌ای به دانشگاه MIT نوشتند و شایستگی ایشان را برای تدریس و تحقیق مورد تایید قرار دادند. دانشگاه MIT از ایشان برای به کار دعوت نمودند و ایشون در طی سالهای 1329 تا 1334 در این دانشگاه به تدریس و تحقیق مشغول شدند. در فاصله سالهای 1334 تا 1346 پروفسور رضا در دانشگاه سیراکیوس امریکا مشغول تدریس و تحقیق بودند.
در سال 1346 به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق انتخاب شدند و در سال 1347 به عنوان رئیس دانشگاه تهران در این مدت حدود 150 دانشمند و اسکالر ایرانی خارج از کشور به دعوت ایشان به ایران مراجعت و در این دو دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق شدند که یکی از اینا همکار عزیزمون جناب پروفسور نیکخواه بهرامی است. این امر موجب مدرن شدن برنامه‌های آموزشی و ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها گردید. ایشان بیش از 50 سال فعالیت علمی دارند و که عمدتاً در زمینه‌های مختلف مهندسی برق، نظریه ارتباطات، نظریه مدار و سیستم‌ها، تئوری کدینگ و تئوری اطلاعات و کدینگ، سایبرنتیک و ریاضیات مرتبط با این زمینه‌ها کار کردند و در این زمینه‌ها معروفیت جهانی پیدا کردند. پروفسور رضا در سال 1381 در دوره دوم چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار مهندسی برق ایران انتخاب شدند. در فاصله سالهای 1348 تا 53 سفیر ایران در سازمان علمی آموزشی یونسکو بوده و به طور همزمان به دعوت دانشگاه پاریس 7 در سوربن در دپارتمان فیزیک آن دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق بودند. پروفسور رضا در فاصله سالهای 1353 تا 1357 سفیر ایران در کانادا بوده و به طور همزمان و به دعوت دانشگاه‌های مکگیل و کانکوردیا مشغول تدریس و تحقیق بودند و از سال 1379 تا کنون استاد ادجانکت یا استاد افتخاری این دانشگاه‌ها هستند. تألیفات: 4 کتاب به زبان انگلیسی و 12 کتاب به زبان فارسی دارند. 3 کتاب به زبان انگلیسیشان جزو کتاب‌های درسی مرجع در دانشگاه‌های دنیا بوده و به چندین زبان اروپایی و ژاپنی ترجمه شدند. اولین کتاب انگلیسیشون Modern Network Analysis که با پروفسور سیلی در سال 1958 نوشتن و این کتاب در سال 1964 به زبان روسی ترجمه شده است. دومین کتابشون An Introduction to Information Theory 1961 مکراهیل چاپ کرده. این کتاب در سال 1966 توسط فرهنگستان مجارستان به زبان مجاری ترجمه شده و در سالهای 1977 و 1994 توسط انتشارات دوور مجدداً تجدید چاپ شده است. کتاب Linear Spaces in Engineering 1971 در جان وایلی، این کتاب در سال 1973 توسط فرهنگستان رومانی به زبان رومانی و در سال 1977 به زبان اسپانیولی ترجمه شده است. کتاب چهارم Stability of Linear Dynamic Systems 1974 زمانی که پروفسور رضا رئیس دانشگاه تهران بودند این کتابو در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسوندن و ما خیلی مفتخریم که انتشارات دانشگاه یک کتاب ارزنده ای دارند. علاوه بر این کتابا پروفسور رضا در نوشتن فصلهایی از کتابها مشارکت داشتند، از آن جمله Encyclopedia of Physical Science and Technology 1987 که فصلی از این کتاب در زمینه سرکت تئوری نوشتند. در System Engineering Handbook در 1965 فصل 22 این کتاب رو تحت عنوان Information Theory نوشتند. Encyclopedia of Americana 1971 Information Theory را اینجا نوشتند
و Aspects of Networks and System Theory 1971 که به وسیله پروفسور کالمن ادیت شده بود، فصلی از این کتاب در ارتباط با Passivity, Reciprocity and Linear Operator را به رشته تحریر در آوردن. پروفسور رضا یکی از پایه‌گذاران نظریه اطلاعات و مخابرات در جهان است. کتاب آشنایی با نظریه اطلاعاتی ایشان که برای بار اول در سال 61 به چاپ رسید، برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق نوشته شده بود که در آن نظریه احتمال، اجزای نظریه اطلاعات با ریشه های اصلی آن در نظریه احتمال و نظریه کودینگ معرفی شده بودند. این کتاب سه هدف عمده را برآورد می نماید. یک، اجزای نظریه احتمال مدرن را ارائه می دهد، گسسته پیوسته استوکاستیک. اجزای نظریه اطلاعات با تاکید بر ریشه های اصلی آن در احتمالات را معرفی می نماید. اجزای نظریه کودینگ را معرفی می نماید. مقالات پروفسور رضا بیش از 100 مقاله علمی در زمینه‌های مخابرات، تئوری مدارها و سیستم‌ها و ریاضیات کاربردی در مجلات معتبر علمی جهان به چاپ رسانیده است. افتخارات جوامع علمی و دانشگاهی مختلف جهان و فرهنگستان‌های کشورهای کانادا، دانمارک، فرانسه، مجارستان، ایران، پاکستان، رومانی، روسیه، سوئیس، امریکا و ونزوئلا استاد را مورد تقدیر قرار دادند. ایشون در سال 1962 به خاطر اثرات علمی منتشر شده ایشان در نظریه مدار و تئوری اطلاعات به عنوان آیتریپلی فلو انتخاب شدند. جامعه امریکایی برای پیشبرد علم در سال 1975 ایشان را به عنوان فلو انتخاب کردند. آکادمی علوم امریکا ایشان را به عنوان عضو مادام العمر انتخاب کرد و الی آخر. پژوهش‌های علمی پروفسور رضا در زبان و ادبیات فارسی. علاوه بر فعالیت علمی، پروفسور رضا یک پژوهشگر برجسته زبان فارس و ادب فارسی است. کتاب‌ها و مقالات ایشان در ادبیات فارسی ایشان را در زمره افراد شاخص و ممتاز ادبیات فارسی قرار داده است. ایشان حدود 100 مقاله به زبان فارسی در زمینه‌های فرهنگی و ادبی دارند. پروفسور رضا از نوجوانی با شعر، ادب فارسی، فلسفه، عرفان و ریاضی آشنایی پیدا کردند و در جوانی قبل از اینکه به امریکا عزیمت کنند، 3 کتاب به زبان فارسی نوشتند. رادیو به زبان ساده در 1319، دوره هندسه علمی و عملی 1320 و راز آفرینش 1323. این کتاب هندسه علمی و عملیشون رو من دیروز دیدم و مقدماتی پروفسور فاطمی نوشته بود و پرویز شهریاری هم در یه جای دیگه تعریف کرده بود. واقعا کتاب دیدنی است و انشالله این کتاب را در موزه دانشکده فنی به دید علاقمندان قرار خواهیم داد. از جمله کتاب‌های به زبان فارسی استاد میتوان کتاب‌های زیر را نام برد: برگ بیبرگی، حدیث آرزومندی، مهجوری و مشتاقی، پژوهشی در اندیشه‌های فردوسی در 2 جلد، دیدها و اندیشه‌ها، نگاهی به شاهنامه، محمد اقبال، نگاهی به عمر خیام، نقدها را بود آیا که عیاری گیرند. این کتاب‌ها واقعا نشون می‌دهد که تسلط و علاقه پروفسور رضا به زبان فارسی و ادب ایرانی چقدر زیاد است که در مقابل 4 کتاب به زبان انگلیسی 12 کتاب نوشتن و این کتاب آخری هم از کتاب‌های بسیار جدیدشون هست و ما واقعا آرزومندیم که خداوند عمر پربرکت این استاد را همراه با سلامتی کامل ادامه فرمایند تا ما بتوانیم و جوانان از برکات فعالیت‌های علمی و ادبیشون توشه بگیریم و این را تقدیم آیندگان بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سالها رفت مگر عقل و سکون آموزد تا چه آموخت که از آن شیفته تر باز آمد تا بدانی که به دل نقطه پا بر جا بود که چو پرگار بگردید و به سر باز آمد. خردگرایی تأیید بر هویت ملی و خدمت به مردم ایران. این زمان دبیرستان و چند سالگی به نظرم 18-19 سالگی است در ایران. بله، و این یکی نظام وظیفه است که میشه 21 سالگی. این یکی قاعدتاً وقتی است که در امریکا دانشجو بودم، این یکی وقتی است که آمدم ریاست دانشگاه شریف. عرض کنم این هم بعد از استعفای از این هاست و عرض کنم خدمتتون که بله، بعد از سفارت ایران در کانادا است که همونجا منزل گرفتم. بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان و رای جهانبان بود. دلتنگی زیاد، برای اینکه اولا غربت و تنهایی، تنهایی فرهنگی. شاید مقدمتاً باید عرض بکنم که مفهوم وطن و وطن پرستی، وطن دوستی در ذهن من بعد از نیم قرن تأمل خیلی فرق کرده. الان دنیایی است که پرشتاب مرزها عوض میشن، حکومتها عوض میشن، سیاست عوض میشه. پس در یک چنین دنیایی اون وطن جغرافیایی و تاریخی و روز ژورنالیست مرتب در تلاطم و در عوض شدنه. ولی من وطن خودم را، وطن فرهنگی خودم را استوار کردم روی فرهنگ ایران. فرهنگ ایران وطن من، فرهنگ ایران وطن من. سایه بر دل ریشم فکنه گنج مراد که من این خانه به سودای تو ویران کردم. میخوام از یکی از استادانی که مورد علاقه شماست دعوت کنم که خودشون از همین دانشکده بودن، در همین فضای دانشگاه نفس کشیدن. اما بگذارید قبل از دعوت از ایشان که من افتخار دارم به دوستی با ایشان در طی این سالها، یاد کنیم از یه بزرگی که وقتی اسم یک شب در خلوتی خدمت آقای دکتر فرجی دانا 6 سال پیش خدمتشون عرض میکردم، وقتی که برای من که کارم فرهنگه اسم دانشکدگی فنی میاد، اولین اسمهایی که به خاطرم میاد غیر از استاد پروفسور فضلالله رضا، نام یه بزرگی که به دین و به اندیشه در روزگار ما خدمت کرده. من یاد کنم اول از زنده یاد مهندس مهدی بازرگان.
جای جای این دانشکده جای تلاش‌های او برای آگاهی، بیداری و دامن زدن. دوستان جوان یه وقتی شما توی خبرها میشنوید مثلا فلان مجلس در مسجد دانشگاه برگزار میشه، فلان آیین نیایش، آیین اعتکاف، اینها، اما نمیدونید سالهایی که مهندس بازرگان، سالهایی که دکتر صحابی، سالهایی که دکتر شیبانی، سالهایی که مهندس عزت الله صحابی تو این دانشگاه نماز میخواندن، تو این دانشگاه به آیین مسلمانی میزیستن، سالهای دشواری بوده. الان مسلمان بودن خیلی راحت شده، حتی گاهی اوقات سود هم داره، اما برگردید به سالهای دهه 20، دهه 30، دهه 40، همون سالهایی که استاد فضل‌الله رضا ریاست اینجا رو داشتند و این بزرگواران به آیین مسلمانی در این فضای معنوی میزیستند. حیف بود که یاد نکنم از این خوبانی که به هر حال ایمان ما و ایران ما و آرمان ما گره خورده با تلاش‌های اونها بوده. این رو مقدمه کردم تا دعوت کنم از عزیزی که مردم ایران دوستش دارن، سالها تو این دانشگاه مسمر ثمر بوده، آقای دکتر محمد رضا عارف. دکتر عارف، ما دیشب خدمتشون بودیم، جلسات مجلس عزاداری سید الشهدا دارن و طبعا از قبل گفته بودن عذرخواهی ایشان رو خواهند پذیرفت. دوستان اگر بعد از سخنرانیشون از جمع خارج میشن، به هر خودشون میزبان مجلس سید الشهدا هستن، انشالله که مقبول احوال. قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا افتخار بزرگی است برای من که در این جلسه ارزشمند و با عظمت که پاس قدردانی از یکی از اندیشمندان و دانشمندان بزرگ ایرانی است، در خدمت هم دانشکده ها و هم دانشگاهی خودم و بزرگان علم و اندیشه در کشور هستم. البته جایی برای صحبت کردن برای من نیست در حضور بزرگان و اندیشمندان ارزشمند کشور، حتی به دلایلی احساس تکلیف و وظیفه کردم که چند دقیقه ای رو تصدیق بدم. تشکر میکنم از کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشگاه فنی که این کار ارزشمند و ارزنده رو انجام دادن. در فرهنگ غنی ما بزرگداشت مفاخر و بزرگان یک فریضه و یک اصل بوده که متاسفانه به دلایلی بهش بی‌توجهی شده و امیدوار هستیم که این حرکت ارزشمند کانون و دانشکده فنی الگویی باشد برای سایر دانشگاه‌ها، سایر مراکز علمی که قدردان دانشمندان خودمون باشیم. این قدردانی هم می تواند الگویی برای جوانان عزیز ما، برای آینده سازان کشور عزیز ما باشد و همین که به دنیا نشان دهیم که ما چه بزرگانی را داریم و چه سهمی را در تولید علم و در گسترش مرزهای دانش داریم. افتخاری است برای من شرکت در این مراسم. به چند دلیل اشاره کردم، تصدیق می دم. اولا افتخارم این هست که در دانشکده ای تحصیل کردم و فارغ التحصیل شدم که استاد جزء اولین گروه فارغ التحصیلان اون دانشکده بودن. البته من بعد از 37 سال
که از فارغ التحصیل ایشون گذشته بود فارغ التحصیل شدم. ایشون فارغ التحصیل سال 1317 هستن و من فارغ التحصیل سال 1354. دلیل دوم هم رشته بودن هست. من در رشته برق تحصیل کردم که آقای دکتر هم در همین رشته و به خصوص در زمینه تخصصی تئوری اطلاعات که یه اشاره خواهم کرد. و دلیل سوم من میخواستم در یک محفلی تشکر بکنم از زحمات ایشون در زمانی که ریاست دانشگاه تهران رو به عهده داشتم. من 25 سال بعد از اینکه جناب آقای دکتر رضا رئیس دانشگاه تهران بودن افتخار خدمتگزاری دانشگاه تهران رو پیدا کردم و در حین مأموریتم و مسئولیتم از تجربیات و نکته نظرات و اقدامات ارزشمند ایشون حداکثر استفاده رو سعی کردم بکنم. و مهمتر از همه برجستگی اخلاقی و شخصیتی ایشون تکلیف کرد به من که چند دقیقه رو تصدیق بدم. و با اجازه بدید یه خاطره ای رو که الانم به خودش رو گفتم که اولین دیدار من بود با ایشون جا مطرح کنم. در پاییز 1355 بود، من تو دفترم در دانشگاه استنفورد داشتم درس می‌خوندم. منشی دانشکده اومد که یک از اساتید کانادا، ایرانی مقیم کانادا، اومدن در کتابخانه و علاقمند هستن که دانشجویان ایرانی رو ببینن، که اسمشون هم به من نگفت. وقتی رفتم به کتابخانه پروفسور رضا رو اونجا دیدم و ایشون خیلی خوشحال شدن که ظاهرا دو سه ساعت اونجا معطل بودن که یه دانشجو ایرانی ببینن. زمانی که ما اونجا رفته بودیم فکر کنم تعداد دانشجویان ایرانی که تو استنفورد بودن کمتر از 10 نفر، نمیدونم همین حدود، خیلی کم بودیم. ما جز سریای اولی بودیم که به جایی که به MIT بریم با توصیه اساتید بزرگواری که اینجا حضور دارن، از جناب دکتر جعبه‌دار، من از استنفورد و MIT پذیرش داشتم. ایشون توصیه کردم برم استنفورد. منم خب وظیفه خودم دونستم که این دستور رو عمل کنم و واقعا هم راضی بودم از اینکه استنفورد رفتم. خیلی خدمت آقای پروفسور رضا رسیدم. ایشون از من پرسید زمینه کارید. گفتم من در زمینه پردازش سیگنال های تصادفی کار میکنم و احتمالا میخوام زمینه تئوری اطلاعات، که حقیقتا در مدت نیم ساعت سروبی که من خدمتشون بودم خیلی منو تشویق کردن که در این زمینه من کار رو ادامه بدم. و منم چون بچه حرف شنوی بودم دستور ایشون رو عمل کردم و در زمینه تئوری اطلاعات کار کردم. خب استاد از مفاخر بزرگ علمی کشور و دنیا هستند. در زمینه تئوری اطلاعات من چون در صحبت های جناب آقای دکتر جعبه‌دار نبود، یه دو سه دقیقه ای فکر میکنم صحبت کنم بد نیست. نظریه شانون در سال 1948 پایه‌گذاری شد که به اعتقاد عده‌ای یک انقلاب در علم کلاسیک بود، حداقل یک تحول ارزشمند و ارزنده‌ای در علم بود، یک رویکرد جدید در پردازش اطلاعات و ارسال اطلاعات. و پروفسور رضا جز پیشکسوتان این نظریه مشکل و سنگین بودن. کارهای ارزشمند ایشون و کتابی که در سال 1961 یعنی 1340 تدوین کردن مدت‌ها کتاب اصلی نظریه اطلاعات در دانشگاه‌های بزرگ دنیا بود. امروزه می‌دونید دانشمندان جوان ایرانی در زمینه نظریه اطلاعات جز برجستگان دنیا هستند، چه جوانان دانشمندی که در ایران تحصیل می‌کنند، چه ایرانیانی که در خارج از کشور. و من مطمئنم که یکی از دلایلی که ما در زمینه تئوری اطلاعات حرفی برای گفتن داریم نقش پروفسور رضا و پیشکسوتی ایشون بود. ایشون در این زمینه نظریه‌ای که در حداقل 6 دهه در حد وجود بود، وجود یک روش و کارهای عمیقی انجام گرفته بود، ایشون جز پیشتازان بودن. خوشبختانه این نظریه در دهه اخیر یواش یواش امید به پیاده سازی و رسیدن به تولید کدی که بتوانیم به مرزهایی که در نظریه شانون پیش بینی شد و در طول 60 سال گذشته در زمینه‌های مختلف کار شد برسیم رو فراهم کرده. و قطعا پروفسور رضا سهم بالایی در این نظریه که امروز
حداقل اینه که مهندسین مخابرات و محققین مخابرات آستانه توقعشون و آستانه انتظارشون باندها و کرانهایی است که در نظر شانون مطرح شده که ایشون در این زمینه خدمات ارزشمند و ارزنده ای رو به دنیای علم انجام دادن و ما افتخار میکنیم که دنبال روی این عزیز بزرگوار و دانشمند ارزشی بودیم و خوشبختانه امروزه در دانشگاه های بزرگ ما در کشور جناب آقای پروفسور رضا اساتید و محققین جوان برجسته ای در این زمینه دارن کار میکنند و آزمایشگاه ما جز پیشتازهای نظر تئوری اطلاعات در دنیا است. یکی از برجستگی ها و ویژگی های دانشمندان ما جامعیت و چند بعدی بودن اونهاست. در طول تاریخ ما دانشمندان بزرگ ایران رو که نگاه میکنیم عموما یک جامعیتی رو در شخصیت اونها میبینیم. شاید معروفیت دانشمندان بزرگ ما به دلیل فعالیت های تخصصی و علمیشون باشه، اما در کنار فعالیت های علمی غافل از فعالیت در زمینه های دیگه فرهنگی و اجتماعی نبودن. و پروفسور رضا همونجور که در گزارش استاد عزیزم جناب آقای دکتر جعبه‌دار بود، در کنار فعالیت های علمی در زمینه های ادبی و فرهنگی نقش آفرین و تاثیرگذار بودن. من چند اثر ایشون که مرور کردم رو فقط نام میبرم. مجموع مقالات فرهنگی و ادبی ایشان با عنوان مهجوری و مشتاقی که در سال 1383 به چاپ رسید، یا برگ بیبرگی مجموع مقالات ایشان هست، ایده ها و اندیشه ها، راز آفرینش و پژوهشی در اندیشه های فردوسی، نمونه های کوتاهی و محدودی است که من در حد وقتی که در اختیارم هست اشاره میکنم. در کنار بعد علمی و فرهنگی ادبی استاد، نقش ایشون در فعالیت های مدیریت اجرایی و مدیریت علمی رو ما میبینیم. مسئولیت دو دانشگاه بزرگ کشور، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران، با همه دردسرها و گرفتاریهایی که داره، استاد در اواخر دهه 40 که دانشگاه ها با مشکلات و مسائل و محدودیت های هم روبرو بودن، استاد در این دو دانشگاه مسئولیت پذیرفتن و به خصوص نقش ارزنده ای رو در سامان علمی و سیستماتیک آموزش در دانشگاه تهران داشتن که من چون بعد مسئولیت پذیرفتم واقعا کارهای ارزشمند ایشون رو شاهد بودم. سفیر ایران در یونسکو بودن، یعنی در کنار کارهای علمی و فرهنگی غافل از انجام وظیفه با توجه به توان بالایی که داشتن در امور اجرایی هم نبودن. و بعد چهارم فعالیت هایشون حضورشون در انجیو ها و تشکل های علمی بود که در انجمن های علمی تشکل های علمی باز حضور مؤثر و نقش آفرین داشتن. من خیلی مختصر سعی کردم در حد چند دقیقه گفتم، فقط برای که وظیفه خودم رو نسبت به این استاد ارزشمند انجام میدم مطرح کردم. ما برای این استاد فرزانه از خدای بزرگ سلامتی، عزت و طول عمر آرزو میکنیم و امیدواریم جوانان عزیز ما این توفیق رو پیدا کنند که ادامه دهنده راه این عزیز بزرگوار و دانشمند باشند که اگر چنین شود کشور ما جایگاه مناسبی که شأن مردم ما و ایران است رو در تولید علم و معرفت پیدا خواهند کرد. من بیش از این تصحیح نمیدم، عذر میخوام، من برنامه خودم داشتم که از ساعت 7 میزبان بودم، باید اونجا در خدمت مهمانانم باشم. به هر حال بنا به وظیفه و دستوری که به خصوص استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر جعبه‌دار دادن برای ادای تکلیف خدمت رسیدم و عذر میخوام. من معمولا اگر جلسه بیام تا آخر میمونم، واقعا از همه شما عزیزان عذرخواهی میکنم که مجبورم جلسه را ترک کنم. و سلام علیکم و رحمت الله علیه. سپاسگزار جناب آقای دکتر عارف. من تشکر میکنم از حضور جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا
وزیر محترم علوم آموزش عالی که به حال حضور پیدا کردن در جمع ما. ایشان هم پیشتر گفته بودن جلساتی دارن، باید حضور پیدا بکنن، جلسات کاری. و به احترام استاد فضل‌الله رضا در جمع حاضر شدن. سپاسگزار آقای دکتر فرجی دانا، لطف کردید. آقای دکتر فرجی خیلی متشکر. سایه عالی مستدام، خب شب خوبی رو تا حالا گذروندیم، باز هم لحظات خوبی رو پیش رو خواهیم داشت. تا به حال تو این جلسه عزیزانی که سخن گفتن همه در حوزه دانشکده فنی، در حوزه علوم و دلسپردگان جایگاه و شخصیت ارجمند پروفسور فضل‌الله رضا. اما میخوام از مهمان دیگری دعوت کنم که در حوزه علوم تربیتی سالها تلاش کردن و سخن ایشان درباره تلاش‌های فرهنگی پروفسور رضا حتما برخواسته از حوزه دانش ایشانه. اما قبل از اینکه از ایشان خواهش کنم، باید بگم آقای دکتر ظریف دوست داشتن در این جلسه باشن، آقای صادق خرازی دوست داشتن در این جلسه باشن و خدمت پروفسور رضا اظهار ارادت کنن. این دو بزرگوار خارج از ایران هستند. من استدعا خواهم کرد از دکتر کمال خرازی، برادر ارجمندمون، با شما سخن بگن. آقای دکتر خرازی حوزه تخصصیشون تعلیم و تربیت. خیلی خوش آمدید. ارادت من قربونتون برم. زنده باشید. سلام دار، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسند هستم که در چنین مجلس با شکوهی برای بزرگداشت شخصیت برجسته چون جناب آقای پروفسور رضا شرکت میکنم و به سهم خودم تلاش میکنم که در این بزرگ داشت شرکت داشته باشم. خب شخصیت جناب آقای پروفسور رضا بالاخره بر همه روشن هست و دوستانی که قبلا سخنرانی کردن اینجا تصویر کاملی رو از شخصیت ایشون ارائه دادن، به خصوص شخصیت علمی ایشون که کاملا برای همه روشن هست. در واقع عمر برکت جناب آقای پروفسور رضا خب چند برهه خلاصه میشه. برهه تحصیلات علمی و کار و فعالیت علمی که به خوبی در اینجا گزارش شد، برهه مسئولیت‌های اجرایی و برهه نگارش و تولید ادب و فرهنگ ایرانی و فارسی. خب هر کدوم از این دوره‌ها ویژگی‌های خاص خودش رو داره. اون چه که بیشتر من می‌خوام در این چند دقیقه که مزاحمتون هستم صحبت بکنم، تجربه ایست که با جناب آقای پروفسور رضا ما داشتیم در نیویورک زمانی که من سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بودم و در اون دوره از اساتید و برجستگان ایرانی حد اکثر استفاده رو می بردیم برای اینکه خدمات اونها به جامعه ایرانی ادامه پیدا بکنه. یک آکادمی علوم ایرانیان تأسیس کرده بودیم که در رشته‌های مختلف اساتیدی که در دانشگاه‌های آمریکا تدریس می‌کردند در رشته‌های مختلف در شعبات مختلف این آکادمی مشغول فعالیت بودند و بر اساس طرح تاکتن که طرح سازمان ملل بود
و هزینه رفت آمد این اساتید رو می پرداخت، رفت آمد بسیار زیادی از آمریکا به داخل کشور شروع شد و در دانشگاه‌های مختلف اساتید می‌مدن، شرکت می‌کردند، تدریس می‌کردند، کمک می‌کردند به پژوهش‌ها. و از جمله یک شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در اونجا تأسیس کرده بودیم با کمک آقای صادق خرازی که الان در ایران نیستن و مشغول معالجه هستن و انشاءالله خدا شفا بده ایشون رو، که ریاست این شورا با جناب آقای پروفسور رضا بود. شخصیت فرهنگی و ادبی ایشون خیلی بالاتر و عالی‌تر بود از آنچه که در زمینه علم و فناوری ایشون تولید کرده بودند، که اون هم به جای خودش طبیعتاً بسیار عالی بود. با عشق و علاقه‌ای که ایشون به ادب فارسی داشتن و فرهنگ ایرانی و اسلامی داشتن و با کمال خضوع و افتادگی در این شورای گسترش زبان و ادب فارسی ایشون فعالیت می‌کردن، هم از جهت آشنا کردن ایرانیانی که در آمریکا بودند، به خصوص نسل دومی ها، برای اینکه با زبان و ادبیات کشورشون آشنا بشن، و هم تولید کتاب ها و مجلاتی که در این خصوص به انتشار میرسید. اون چه که باید بیشتر مورد تأکید قرار داد، خصوصیات و ویژگی های شخصیتی جناب آقای پروفسور رضا است. آقای پروفسور رضا شخصیتی هستند واقعا رضامند، قانع، بدون هر گونه وابستگی، و این رو در طول عمرشون نشون دادن. حتی زمانی که مسئولیت‌های اجرایی داشتن، وابستگی به این مسئولیت‌ها نداشتن و نحوه زندگیشون، قناعتشون و پاکی، دست پاکیشون در زندگیشون مثال زدنی است و نشون دادن که یک فرهنگی واقعی هستند. خضوع و فروتنی ایشون مثال زدنی است و از این جهت آقای پروفسور رضا میتواند برای همه ما یک اسوه باشه، یک انسان فرهیخته اسوه باشه که بتوانیم از منش ایشون، از زندگی ایشون، از فکر ایشون پیروی بکنیم و انشالله نمونه ای باشه برای ما که پیروی داشته باشیم از چنین شخصیتی. امیدواریم جناب آقای پروفسور رضا عمرتون پایدار باشه، امیدواریم که عزت شما مستدام باشه و امیدواریم که آثار و خدمات شما همچنان ماندگار باشه. و سلام علیکم. سپاسگزار جناب آقای دکتر کمال خرازی. به حال آقای دکتر کمال خرازی سالهایی که وزیر امور خارجه بودن و تلاش هایی که برای گسترش زبان فارسی در روزگار ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی در ایران انجام شد، سپاسگزار. باید از استاد دیگری دعوت کنم در جمع ما باشند، فارغ التحصیل مهندسی الکترومکانیک دانشکده فنی در سال 1344، استاد مهندسی مکانیک و عضو فرهنگستان علوم
رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار، عضو شورای عالی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سعی میکنم بسیار عرایزم مختصر باشه. ما برای تجلیل از یک شخصیت بسیار بزرگ در اینجا گرد آمدیم. خدمت حضار محترم، اساتید گرامی، دانشجویان عزیز سلام عرض میکنم. به چند دلیل من اینجا الان هستم، حضور دارم. دلیل اول ارادت شخصی به استاد پروفسور فضل‌الله رضاست. دلیل دوم، خب همونطور که فرمودند، فارغ التحصیل سال 44 الکترومکانیک دانشکده فنی و فعلا عضویت در شورای عالی کانون فارغ التحصیلان. و دلیل سوم، باز هم همونطور که فرمودند، مدیریت طولانی در دانشگاه صنعتی شریف که پروفسور یکی از بنیانگذاران این دانشگاه بودند، از اساتید قبلی این دانشگاه بودند و خب خاطره خیلی خوبی از ایشون وجود داره. پروفسور رضا یک خصوصیات ویژه متعددی دارن، ولی یک خصوصیتی دارن که در دنیا فقط ایشون داره و اون این هست که تنها فارغ التحصیل دوره اول دانشکده فنی هستن. کس دیگه نه. انشاءالله خداوند بر طول عمر ایشون بیفزاید و برای ایشون طول عمر با عزت و سلامتی رو آرزو میکنیم. در فرهنگ ما، در فرهنگ چه فرهنگ ایرانی چه فرهنگ اسلامی، احترام به بزرگتر و پیشکسوت یکی از اساس فرهنگ ماست و بسیار چیز مهمیه و من خیلی خوشحالم که این مراسم ها در کشور ما برگزار میشه و از ایشون هم واقعا تشکر میکنیم. علی رغم بعد مسافت با علاقه تشریف میارن و در مراسم شرکت میکنن. البته اوج شکوفایی علمی ایشون رو عزیزانی که هم رشته بودن فرمودن، علل خصوص دوست 47 ساله من آقای دکتر جبه‌دار. 47 ساله ما با ایشون رفیقیم. و خب موفقیت های آکادمیک ایشون مفصلا توضیح داده شد. ایشون بعد از اینکه به ایران مراجعت فرمودند، همونطور که ذکر شد، ریاست دو تا دانشگاه مهم کشور رو به عهده داشتند، دانشگاه صنعتی شریف آریامهر اون موقع و دانشگاه تهران. ایشون نقش اساسی در تحول آموزشی در آموزش عالی کشور داشتن. این نکته بسیار مهمیه. در مدرن کردن آموزش عالی که بعداً اتوماتیک اثر گذاشت رو دو تا دانشگاه ایشون بودن، اثر گذاشت رو کل آموزش عالی کشور، بسیار نقش ایشون مهم بود. من الان یک نکته رو به دانشجویان عزیز عرض بکنم تا متوجه بشید من چی میگم. ببینید، خب همه ما تو این دانشکده درس خوندیم و ما فارغ التحصیل سال 44 هستیم. ما در رشته الکترومکانیک جز درس هامون روسازی راه، طرق عمومی ساختمان و نقشه برداری در رشته الکترومکانیک. البته ابی نداره، این سیستم اون موقع بود. حالا این مهم نیست. ما اگر در یک درس رد می شدیم، یک سال رد می شدیم. باور می کنید؟ یعنی یک سال باید تکرار می کردیم. بنابراین این مدرن سازی و تحول در آموزش عالی چیز مهمیه که خدمتتون عرض کردم. دو تا مثال فقط زدم که بدونید چطوریه.
و علاقه زیاد ایشون به بسط و نشر فرهنگ و ادب فارسی یکی از خصوصیات ویژه و مهم ایشونه. ببینید در ایران زبان و شعر و ادب چیز مهمیه، فرق داره با بقیه کشورها. یه نفر که داره اینجا سخنرانی میکنه تو هر رشته‌ای، تو هر رشته تخصصی، اگر به مناسبت این یک یا چند بیت شعر بخونه چنان اثر میذاره روی مستمعی که در کشورهای دیگه این وجود نداره. این مخصوص فرهنگ ماست. به عبارت دیگه شعر و ادب تو خون ما ایرانی هست و ایشون تو این زمینه بسیار ما بهشون مدیونیم. زحمات زیادی کشیدن، خب کتاباشونه که فرمودن، اثری که روی جوانان گذاشتن و روی دیگران گذاشتن بسیار بسیار اهمیتش بالاست. بنده موقعی که رئیس دانشگاه صنعتی شریف بودم، سالگرد 40مین سال دانشگاه که بود، تمام رؤسای سابق دانشگاه رو دعوت کردم. آقای دکتر بزرگواری فرمودن، تشریف آوردن، در مراسم شرکت کردن، سخنرانی داشتن و واقعا منت گذاشتن به سر ما و این مراسم رو مزین فرمودن. دو سال دیگه 50مین سال دانشگاه شریفه، ولی سال دیگه 80مین سال همین دانشکده فنیه و من امیدوارم انشالله ما سال دیگه ایشون رو در مراسم 80مین سال دانشکده فنی داشته باشیم. بار دیگر برای ایشون آرزوی طول عمر با عزت و سلامتی میکنم. خیلی متشکرم. سپاسگزار آقای دکتر سهراب پور. دوستان جوانم، دوستانی که دانشکده فنی چراغش با حضور اونها روشن‌تره، دانشگاه تهران افتخارات بسیار داره. یکی از اون افتخارات که یه مقدار اونورتر روبروی شما دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، یکی بله یه مقدار اونورتر روبروی شماست، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران افتخار داره هنوز روزهای دوشنبه با صدای قدوم و گامهای استادی همراه میشه که در عرصه ادبیات امروز و تاریخ ایران یک چهره درخشان در روزگار ماست. یاد آن شب که صبا بر سر ما گل میریخت، دکتر باستانی پاریسی، دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، از افتخارات دانشگاه. استاد اجازه بدید من از طرف همه خانوم ها و آقایان شما رو ببوسم. اشکال اینه که اولا دستاتون حروم نکنین، هنوز کار داری باشون. یک. دوم این که چون چند روزی از عاشورا گذشته میتونین یه لیوان آب اینجا بذارین ما بخوریم. اما باشو باشو بله شتای ای آب اینجا گیر نمیام میدونم. خب من دیگه این روبوسی هم که شما کنین دکترها گفتن نبوسید دیگه، حالا شما خلاف با دانشکده طبیجا فاصله زیاد خوش. خب میفهمم آره لطف کردین. من فقط یه حسن کار اینا وقت کم گذاشتن برای همه، به منم حرف زیادی ندارم. جز افتخارات من هست که بتونم در مجلسی که برای تجلیل از
پروفسور رضا تشکیل شده است یه 5-6 کلمه عرض کنم. و خب اون چی که میبایست بگن دوستان گفتن، حالا با اینکه هوا سرد و معمولا دانشجویان توی این جالس و اینا خیلی سرکاری ندارن، اومدین میدونم که از سرما هم نمیترسین. شاعر میگه مال 800 سال میشه، سرد است روزگار، سرد است روزگار و دل از مه سرد می، سرد است روزگار و دل از مهر سرد نی. می سال خورد باید، ما سال خورد نی. ای از قول پروفسور رضا میگم، او 100 سال است و الان من 80 سال پیر نیستم. سرد است روزگار دل از مهر سرد نی، می سال خورد باید، ما سال خرد نی. این بیت دومش دی شاکاره. از 100,000 مرد یکی مرد، از 100,000 دوست یکی دوست دوست نه. و از 100,000 مرد یکی مرد مرد نی. این شعر مال حیصد باشه. هر حال مطلب فقط اشاره کنم که این 1313 شمسی که دو تا 13 کنار هم هست، ظاهرن هم اشکال داره دیگه، بزنید که 13 یکیش بینید چقدر نست وقتی دو تا بشه که دیگه. اما در تاریخ ایران خیلی اهمیت داره، برای اینکه دو کار در 1313 شمسی که ما اون وقت هنوز بچه بودم ولی میتونستم روزنامه میخوندم، ندای پاریز مینوشتم، چیکار میکردم، اینا خاطرم دقیقا، دو خاطره مهم شد در اون. اول جنبه فرهنگی گذشته ایران در 1313 تجلیل شد از فردوسی طوسی به مناسبت هزاره او. 1,000 سال از فردوسی گذشته بود، یعنی تمام افتخارات گذشته ایران زنده شد در اون. همون کسی که پروفسور رضا کتابی درباره اندیشه های شاهنامه، فردوسی در شاهنامه نوشته، کتابی که به قول استاد محمود استاد دانشگاه مصر وقتی از سوال کردن چطور شد شما زبان و خط 2000 سالتون رو دست دادین، گفت ما شاهنامه فردوسی نداشتیم. یکی اولش چون بس بیاد نمیخوام بکنم، فقط خواستم این سال 1313 بگم که چه داستانی بود. اما دو سال واقعی دومش که مربوط با آینده ایرانه، تضمین آینده ایران، بنای این دانشگاهی که شما میبینید در 15 بهمن 1313 با کار گذاشتن یک لوحه تاریخی در پایه‌های دانشکده پزشکی خرد بالاتر گذاشته شد که دانشکده فنی هم بعدش تابع شد و همه پیدا شد دیگه هستن. این کار البته در 1313 من اون تابلوش نقشش هم یه جای توی یکی از روزنامه خودم نوشتم، بعد فهمیدم که تابلو اول اصلا از طلا بوده است، گذاشتن توی پی. اینو برای این میگم که بعدا بدونین
فایده نداره اونجا برین یک کاری کنین. این بعد شاه وقت گفت بابا این لوحه طلا رو زیر خاکا نذارین، اینا به خاطر همون لوحه طلا یه وقت یکسی میاد این خراب میکنین دانشگاه. تبدیلش کردن به لوحه فلزی دیگری و لوحه طلا رو بردند هست توی موزه جواهرات بانک ملی، بنابراین وجود داره. اون لوحه هم این همون نوشته هست توی خاکا که خودی که به درد کسی نمیخوره. اما مهم اینه که این مؤسسه با امکانات کمی که حالا وقت داشتن واقعا که آقا میگن 13 تا فارغ التحصیل داشتن، فرض کنید شده تا از دانشکده فنی، کادر بزرگ فنی ایران را در تمام ایران تأمین کرده است، از راه‌سازی و هواپیماسازی و کارها دیگه هر چی که بخواهید بکنید. کادر پزشکی ایران تأمین کرده است که حقیقتش این دو ستا از این پزشکایی که یکیشم الان 100 سال شده است، آقای دکتر حادوی، خود من از دو سه بار از ملاقات با اسرائیل باز داشت. بله، 3 دقیقه، چشم، تمام میشه، خواهی 3 دقیقه که آره دیگه برد. مقصود اهم، خب، راست میگن. حالا اصلا چرا یه حرفا رو بزنیم دیگه، تعریف از پروفسور رضا که هرکی هرچی میاز بکنه کرد. خدمتتون عرض کنم، آثارشون هم که گفتن، ما هم که جز افتخارات ما هست که امضا تبدیل رتبه دانشیاری به استادی من به امضای پروفسور رضاست. یه دویتی وقتی وجه دانشکده فنی من گفتن تو توفیق چاپ شده 50 سال میشه، اونو برای شما میخونم، اتفاقا مربوط به همین کار پروفسور رضا اینا میشه. اون وقت بچه ها میرفتن از دانشکده ادبیات میومدن اینجا، ما میومدیم، ولی دانشکده فنی حال هوا خوبی نداشت، اینا می اومدن دانشکده. نه، اتفاق مشکل بود. اما یه روز ما اومدیم اینجا، شعرش اینه، شعری گفتم، دو بیت. بوتی، بوتی ز مبحث فیزیک خواست تا گوید، بوتیز مبحث فیزیک خواست تا گوید لطیفه اتم و رادیوگرافی را. اون روزا فقط هنوز حرفش بود این حالا، لطیفه اتم و رادیوگرافی را گشود تا دهن تنگ، گفتمش کافیست که من معاینه دیدم اتم شکافی را. داستان تموم شد، عمرها میگذره، 100 سال کم را آدمی زادیم مثل پروفسور رضا. باید اون شعر مرحوم ملک و شعرها را بکنیم که درباره قمرالملوک وزیری گفته است: 100 قرن 1000 ساله باید تا یک قمرال ملوک زاید. Thank you.
من از زلف پریشانت پریشان روزگارم چون پریشان زلف تو جانا پریشان از کارم از بیانات پروفسور رضا خطاب به دانشجویان و جوانان شورهایی که خدمتگزاران مدبر دارند انرژی مذاب گرانبها را از چنگ کمدانان و پراکندگان به جان هم افتاده به در می آورند وارستگی و آراستگی فردی و ملی ما در این است که در صف اول علم و فرهنگ قرار بگیریم و این هم غیر ممکن نیست همت عالی می خواهد همکاری و از خودگذشتگی می خواهد من قطع داره همه این خوبی ها و خصوصیت های نیک در مردم ایران است. وجود من که در این باغ حکم خاری داشت هزار شکر که این خار پای کس نخلید چو گل شکفته از آنم در این چمن که دلم چو غنچه خون جگر خورد و پیرهن ندارد عزیزم آقای اسقرنیا مسئول مرکز بازشناسی نهضت جنگل به هر حال زادگاه استاد فضل‌الله رضا گیلان و نهضت جنگل بله نوشتن که دو تن دیگه بر عهده راویه آقای اسقر نوشتن دو تن از عموهای استاد پروفسور رضا یکیشون وزیر عدلیه و یکی هم وزیر مخابرات نهضت جنگل بوده درسته این چنین؟ بله به افتخارشون توی صحبت‌های استاد فضل‌الله رضا دو بیت خونده شد طعم شعر صائب رو داشت این دو بیتی که الان خونده شد وجه و طعم و رنگ سبک هندی و شعر صائب داشت من میخوام از سخنران بعدی دعوت کنم با این یادآوری یه بیت از دیوان صائب صائب در یه بیتی میگه که دیده یوسف شناس از خود بود منت پذیر چشمی که میتونه یوسف رو زیبایی های یوسف رو درک کنه بر خودش منت داره دیده یوسف شناس از خود بود منت پذیر می کند تحسین خود هر کس کند تحسین مرا هر کسی که داره من را تحسین می کنه شناخت آگاهی و نگاه خودش رو تحسین کرده در طی این سالها گاهی اوقات ما دچار افراط ها بودیم تفریط ها بودیم دچار تندروی ها بودیم و یه عصبیت های گاهی اوقات بر رفتار ما ساکن بوده اما کسانی که تونستن با هوشمندی
از این فضاها فاصله بگیرن، نسبت به شخصیت‌های فرهنگی قدرشناس باشن و در خدمت باشن نسبت به اونها، اینها برندگان روزگار ما هستن. یعنی خدمتگزار خدمتگزاران فرهنگ ایران بودن. از نظر ماها که باز کارمون فرهنگه، روحانی باصفا و دوست داشتنی و سیدی که معلومه نسبش خیلی عمیق و جدی به یاریش اومده، قاصد محمود دعایی بوده، بله اون تشویقه رو میشه اینجا کرد. آقا قاصد محمود دعایی، برادر نازنین و بزرگتر ما، در طی این سالها نسبت به بزرگان فرهنگ ایران افتخار خدمتگذاری داشته و یکی از اونها این بوده که آثار، بخشی از آثار پروفسور فضل‌الله رضا رو با بهترین تویب و شکل و به سامان آبرومند تقدیم جامعه فرهنگی ما کرده. سپاسگزار آقای دعایی نازنین، خدا حفظتون کنه، منتظر شماییم. به حال بعد از دکتر باستانی پاریزی، کرمان و قاصد محمود دعایی. بله، چی میگی ما طرفدار آخوند نیستیم، ما شما رو دوستتون داریم، آقای حجتی رو هم دوست داریم، سایه‌شون مصطفی حجت الاسلام حجتی کرمان. یا الله. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. من یه شوخی رو اول بکنم، تو مجالسی از این قبیل گاهی این شوخی رو کردم که نشد محفلی و مجلسی در جمهوری اسلامی ایران برگزار بشه که یک آخوند درش حرف نزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمون جناب آقای سهیل محمودی یک پارچه احساس و عاطفه و لطف هستند و به دلیل همین صفا و لطفشون گاهی هم مبالغه می کنند و البته گاهی هم در انتخاب مفضولی رو مقدم می دارن بر فاضل. ای کاش از استاد بزرگوار جناب آقای محمد جواد حجتی دعوت کرده بودن که از وجودشون استفاده می کردیم. از هموندان و همکاران خاندان رضا در دایره المعارف اسلامی. ولی خب علت این که از من یاد کردن سعادتی بود که من داشتم در خدمتگزاری به ساحت مقدس علمی حضرت آقای پروفسور فضل‌الله رضا و چاپ یکی دوتا اثر از ایشون. البته در مسیر این خدمتی که ما انجام دادیم به پدیده‌های بسیار ارزشمندی پی بردیم و واقف شدیم. اون مناعت طبع، اون بزرگواری، اون فروتنی، اون گذشت، چون ما در بعضی از آثار گاهی اشتباهات چاپی داشتیم، به قدری با فروتنی و بزرگواری به رو خودشون نیاوردن که ما رو شرمنده کردن. در مراجعه به ایشون بسیار راحت و بدون هیچ اشکال و بدون هیچ مسئله‌ای میتونستیم که نظرشون رو بگیریم و مهمتر از همه در ارزش‌گذاری مادی نسبت به اثری که چاپ میکردیم طبیعتاً حق و تألیفی رو باید واگذار میکردیم. پی بردیم که استاد تمامی آنچه را که در اختیار داشتند و دارند و خواهند داشت و صرف امور خیریه‌ای کردند و می‌کنند و خواهند کرد که در وطنشون تأسیس شده. مدرسه‌ای رو برای دختران کم بضاعت در مشهد تأسیس کردند و در زادگاهشون مؤسسه‌ای رو برای بزرگسالان و دستور دادند که ما حق و تألیفشون رو بفرستیم برای این مؤسسات. اکثر دوستان جوان هستید. من تقاضا دارم که از منش و از خصلت‌های ناب معنوی و تربیتی بزرگانی امثال آقای پروفسور
بهره بگیریم. منظور ما علمی و بزرگانی آمدن اینجا و مسائلی رو مطرح کردن که خب من لذت بردم و افتخار کردم که ما پیشگام هستیم و بزرگانی از میهن ما در جهان سرآمد هستند. افتخارات علمی جهان معاصر هستند. علاقه به میهن و عشق به وطن و اصرار بر خدمت به هم میهن یکی از خصیصه های والای جناب آقای پروفسور هست. من همین ایام پی بردم که علارغم اینکه شون بیش از نیم قرن در آمریکا منشأ اثر بودند و افتخار علمی آفریدند، تحصیل کردند، پژوهش کردند، تحقیق کردند و آموزش دادند و جامعه شیفته اونجا رو نسبت به خودشون رهین کردند، درخواست و پذیرش و اصرار اونها رو مبنی بر این که پاسپورت و ویژگی آمریکایی رو ایشون بپذیرند نپذیرفتند و به عنوان یک ایرانی با پاسپورت ایرانی و منش ایرانی تا به الان زندگی کرد. این افتخار بزرگی است برای ما که یک انسان در این سطح از موقعیت علمی جهانی بین المللی تأثیرگذاری در جامعه علمی و آموزشی یک قاره آمریکا اصرار اونها رو در پذیرش تابعیت نپذیره و بگه من افتخار میکنم که ایرانی هستم. من اینجا یک سوء استفاده میکنم از این فرصت. یک خدمت تقریبا مشابه این چنینی رو هم که فرهیخته دیگری از همیهنان ما داشته با اجازه جناب پروفسور او عرض میکنم. یکی از افتخارات علمی ما در رشته های دیگه، در رشته فلسفه، معارف اسلامی و علوم انسانی به دلایلی از میهن ما رفت. ولی تمام توجهش به وطن هست، به میهن هست. این انسان برای جراحی قلبش نیازمند مبلغی بوده، حدود 100,000 دلار، 100,000 یا 200,000 دلار که جراحی قلب باز بکنه. در همین شرایطی که این نیاز رو داشته، کشور همسایه ما ترکیه از ایشون دعوت میکنه و به عنوان برجسته‌ترین فیلسوف جهانی معاصر و به ایشون میگه که در یک پارکی که در قونیه مقبره مرحوم مولانا در اونجا تأسیس کردیم، مرکزی رو به نام شما تأسیس خواهیم کرد، کتابخانه‌ای رو به نام شما تأسیس خواهیم کرد و از شما درخواست میکنیم که اون چی کتاب رو که در اختیار دارید تا هر موقعی که خودتون نیاز دارید در اختیارتون باشه، ولی این کتاب ها رو اختصاص بدید به این کتابخونه ای که به نام شما تأسیس میشه و در عزایش جلوتر با مبلغی رو به انتخاب شما خواهیم پرداخت. یک چک سفید برایشون میفرستند که هر مبلغی رو که شما پیشبینی میکنید یا پیشنهاد میکنید یا برآورد میکنید که اون ذخایر فکری و علمی مدونتون، کتابهاتون، کتابهایی که در اختیار دارید میارزه، خودتون بنویسید و پرداخت کنید، دریافت کنید. و بعدش هم در این پارک به نام شما مرکزی رو تأسیس خواهیم کرد و مقبره ای رو برای شما ایجاد خواهیم کرد. این انسان پاسخ میده که من آنچه دارم مال وطنم هست و آنچه که ضرورت داره توجه به وطنم هست و اگر بنا باشه من در روزی از دنیا برم، آرزوم این هست که در وطنم دفن بشم. به هر حال از این استاد دعوت کردن در یک کنفرانس بین المللی و ایشون آمد در قونیه سخنرانی کرد. سخنران آمد پشت تریبون گفت که پروفسور فلان فرام امریکا،
وقتی که خودش اومد پشت تریبون اولین جمله‌ای رو که بعد از بسم الله گفت اینه که من تصحیح کنم اشتباهی رو که مجری انجام داد. من فلانی هستم، از ایران آمدم، همسایه شما، من ایرانی هستم. علی‌رغم این که بسیاری با ناحق شناسی، بسیاری با گستاخی نسبت به این انسان جسارت می کنند و حتی عواطف امثال مرحوم شهید مطهری رو نادیده می گیرند و حتی رأفت و برخورد بسیار زیبایی که چند سال اخیر از طرف مقام معظم رهبری و نهاد به هر حال بیت معظم ایشون و به هر حال قوه قضاییه با ایشون شد و مسائل ایشون حل شد و ایشون میتونه بیاد ایران، معذاله که هنوز در بعضی از روزنامه ها و در بعضی از جرایت نسبت به ایشون حتی کی صورت میگیره. من اجازه میخوام نام ایشون رو ببرم، آقای پروفسور سید حسین نصر. ما همگنان ارزشمند اینچنینی داریم. جناب آقای پروفسور رضا، دوستان خوبی شما در آمریکا داشتید، یکی از اونها آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی هست که هنوز هر جا که منشینه رو به خراسان میشینه و سلام به حضرت علی ابن موسی رضا میده و عشق میریزه. اینا متوجهشون به میهنشون هست، توجهشون به وطنشون هست. البته این اطلاع را من به شما بدم که پروفسور نصر تمام آثارش رو، تمام کتابخونه‌هاش رو، هرچه داشت فرستاد برای انجمن حکمت و فلسفه و الان در اونجا کتابخانه‌ای به نام ایشون تأسیس شده. تمام سیدی هایی که از سخنرانی های ایشون به انگلیسی و به فارسی بوده همه رو فرستاده و مهمتر از همه بسیاری از مراکز تحقیقاتی و علمی فلسفی جهان ایشون رو عضو افتخاری خودشون میدونن و اولین اثری رو که چاپ میکنن نسخه رو برای ایشون میفرستن. اون نسخه ها رو هم ایشون توصیه کرده که بفرستن برای همین مرکز و در مقابلش فقط مبلغی رو دریافت کرد که قلبش رو عمل کرد و سالم موند. من احساس به عنوان یک طلبه و به عنوان یک روحانی وقتی که امثال پروفسور رضا رو میبینم احساس شرمساری میکنم، احساس خجالت میکنم، احساس حقارت میکنم. خب ما کی هستیم؟ این کسانی که در یک اوج علمی و اقیانوسی از دانش و معرفت و کمال هستن در هر زمینه ای، اینقدر فروتن، اینقدر بی اعتنا به مادیات، اینقدر شیدا و واله نسبت به مردمشون و میهنشون و ما مدعیان پوک و صفاتی که به هر حال خودمون میدونیم چی هستیم و کجا هستیم. من افتخار داشتم که در این جلسه حضور پیدا کنم و تشکر و تقدیر بکنم از بانیان برگزاری این مراسم و افتخار بکنم که بر دست یک انسان وارسته و بزرگواری بوسه بزنم و به این بوسه افتخار میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.